کردیم، مصاحبه رو همه شما دیدید، گفت که این مال سیکای هندوستانه، این دو تا خنجر اینجوریه، یه خنجر هم اینجوریه، یه خنجر هم وسطش، اینا خنجره، خنجر سیکای هنده. علکی گفته لا اله الا الله. تازه رو کشف کردید؟ من والا در حدود همون 7-8 سال قبل که رفته بودم برای هندوستان، حتی در شهر زادگاه اجدادی خمینی که شهر کنتور منطقه اتراپرادشه یوپی، در اونجا تا از نزدیک تحقیق کردم، یکی از اجداد خمینی به نام ججار بوده و این کلمه ججار اسم اسلامی نیست و این سابقه است، برای اینکه این خاندان از اول مسلمان نبودند، اما بعدها به وسیله عیادی مرموزی که پدر خمینی یا جد خمینی نمیدونم در کنسولگری عراق در ایران، کنسولگری انگلیس، اونجا کارگر بود، خادم بود، خدمتگزار بود، بعد اینها موندن اونجا و همونطوری که البته خاطر شما مستحضره، سیک های هندی یک پارچه های به سرشون میبند میپیچند، بعضن سفید، بعضن سیاه، بعضن زرد، سرخ. غایتاً باید این جد خمینی اول با هم پارچه سیاهی که سیک ها میبندن آمده باشه اونجا، که در ایران به خیال اینکه اینا ساداتاً آقا گفتن به این در خاندان او مونده، و حتی خمینی در قم امضاهایی از خود به جا گذاشته، اوائل امضا میکرد روح الله مصطفی. اون سال که ما این رو مطرح کردیم گذاشتیم پشتش خیلی و غیره، روزنامه اطلاعات جمهوری اسلامی که در لندن اون موقع چاپ میشد، نمیدونم الان میشه یا نه، لندن اومد توضیحاتی داد، باز ما دوباره توضیحاتش رو بردیم زیر احمدشاه، گفتیم این چرت دروغ مال سیکای هندوستانه. رژیم وقتی خاتمی الدنگ همیشه خندان پلید دیگر رئیس جمهور شد، این هم اومدن در اون موقع آقای مهاجرانی میتونه شهادت بده، الان زنده است، هوادار جمهوری اسلامی در لندنه. مهاجرانی که وزیر ارشاد بود، اینا اومدن پروژه تهیه کردن که این پرچم از وسطش رو چنگکه رو بردارن، و حتی وقتی بازی های جام جهانی بود 1998، ما در لیون و شهرهای دیگه فرانسه بودیم و حضور فعال داشتیم، پرچم ما پخش می‌کردیم، حتی رفتیم تو دفاتر خود جمهوری اسلامی که زده بود برای جام جهانی، اینا رو چسبوندیم، حالا اون هم فیلمش هست. در اون شرایط جمهوری اسلامی آماده شده بود، اونجا هم سرکوب شد، اونجا هم یادتون باشه افرادی کشته شدن، اونجا هم خاتمی اومد گفت اینا اراذل اوباش هستن، اینا که میان تو کوچه تظاهرات، اینا یعنی تظاهرات کار امروز نیست، کار هر روزش همینه ملت ایران، و همیشه قتل عام کردن، و این دفعه گستاخانه تر مردم دارن مقابله به مثل میکنن و بیشتر از این و پیشتر از اینا. اون موقع اینها قرار بود که بیان پرچم این چنگک رو از وسطش بردارن، اما به خاطر اینکه زود خوابید و مردم اکثریت خاموش، زود پریدن تو خونه هاشون و ترسیدن و دیگه نیومدن بیرون، جمهوری اسلامی رو ول کرد. پس اگر فردا اومد پرچم رو حتی